ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی با استعفای ولیعهد و وزیر امور خارجه و پانزده مقام دولتی دیگر موافقت کرد. بنابر اطلاعیه‌ای که صبح امروز از تلویزیون دولتی سعودی قرائت شد، مغرن بن عبدالعزیز برادر ناتنی پادشاه از ولیعهدی استعفا داد و محمد بن نایف برادرزاده پادشاه جایگزین او شد. محمد بن سلمان فرزند پادشاه نیز به عنوان نایب ولیعهد معرفی شده است. سعود الفیصل نیز که به مدت چهل سال وزیر خارجه این کشور بود، از سمت خود کنار رفت و عادل الجبیر سفیر عربستان در آمریکا جایگزین او شده است. در فرمان پادشاه سعودی سعود الفیصل به مقام وزیر مشاور فرستادی ویژه و مسئول امور خارجه تعیین شده است. سعود الفیصل که به علت ناراحتی ستون فقرات و گردن در سالهای اخیر به سختی تکلم می کرد در مقام جدید خود نیاز به ظهور علنی و سخن گفتن ندارد ولی جایگاه خود را حفظ خواهد کرد. پادشاه عربستان سعودی در فرمان خود تاکید کرده است ولیعهد و وزیر امور خارجه این کشور به درخواست خود کنارگیری کردند محمد بن نایف بن عبدالعزیز آل سود علاوه بر مقام ولایت عهدی و جانشینی شورای وزرا و وزارت کشور به ریاست شورای امور سیاسی و امنیتی نیز برگزیده شده است بر اساس دستورات پادشاه عربستان خالد فالح به عنوان وزیر بهداشت و رئیس شورای اداری شرکت آرامکو تعیین شد همچنین عادل فقیه به عنوان وزیر اقتصاد و برنامه ریزی و مفرش حقبانی به عنوان وزیر کار تعیین شد پادشاه عربستان همچنین گروهی از مدیران آموزشی و رئیس رادیو تلویزیون این کشور را تغییر داده است این تغییرات تا کنون حداقل 15 مقام دولتی را در بر گرفته است روزنامه لبنانی الاخبار که جزئیات این تغییرات را منتشر کرده جابجایی ها را به حمله هوایی به یمن مرتبط دانسته و از تمایل پادشاه عربستان سعودی برای استفاده از کادر جوانتری خبر داده است که در حمله هوایی به یمن با او همراه بودند عادل الجبیر که اکنون به وزارت امور خارجه رسیده است سخنگوی سیاسی حمله هوایی اعتلاف به رهبری عربستان سعودی به یمن بود دولت آمریکا دو سال پیش یک شهروند ایرانی تبار را متهم کرد که قصد ترور عادل الجبیر را داشته است خبرگزاری دولتی ایران از تغییرات کادر رهبری در عربستان سعودی با عنوان زلزله سیاسی در این کشور نام برده است در نخستین واکنش مقام های ایران عباس علی منصوری آرانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته است تغییرات سیاسی در عربستان سعودی ده سال زودتر از پیش بینی ها صورت گرفته و در نهایت از تمرکز مقامات آن کشور بر جنگ یمن خواهد کاست این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که پیشتر وابسته نظامی ایران در عربستان بوده گفته است تحولات اخیر در عربستان حمله به یمن را تحت شعا قرار می دهد. حاکمان عربستان همزمان نمی توانند در دو جبهه داخلی و خارجی درگیر باشند. در تحولی دیگر عربستان سعودی حمله به فرودگاه صنعا برای جلوگیری از فرود هواپیمای ایرانی را تایید کرده است به گزارش تلویزیون العربیه یک فروند هواپیمای غیر نظامی ایرانی پس از نقض محاصره هوایی کشور یمن روز سهشنبه سعی در فرود در فرودگاه صنعا پایتخت یمن کرد نیروهای اطلاف اعلام کردند برای جلوگیری از فرود این هواپیما باند فرودگاه صنعا را بمباران کردند نیروهای اطلاف اعلام کردند این هواپیما خارج از دالانهای عادی هوایی از فضای کشور عمان وارد حریم هوایی یمن شده است همزمان مرزیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ای ایران تحرکات نظامی هواپیمای سعودی را در جهت وارد ساختن فشار هرچه بیشتر به مردم بیگناه توصیف کرد خانم افخم از سازمان های بین المللی به ویژه صلیب سرخ جهانی خواست زمینه های لازم برای ارائه کمک های غذایی و دارویی به مردم یمن را فراهم آورند. پیش از این هواپیمای عربستانی از فرود دو فروند هواپیمای دیگر ایرانی نیز جلوگیری کرده بودند که ایران میگوید حامل کمک دارویی و غذایی به مردم یمن بوده است. سازمان های عفه بین الملل و دیدبان حقوق بشر امروز در مورد گزارش ها از بازداشت ده ها نفر از فعالان سیاسی عرب در استان خوزستان به وسیله نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران ابراز نگرانی کردند. بنابر این گزارش در میان بازداشت شدگان کودکان نیز حضور دارند. به گفته این دو سازمان و با استناد به گفته های فعالان سیاسی مدافعان حقوق بشر و خانواده های بازداشت شدگان بسیاری از دستگیری های اخیر در آستانه ده دهمین سالی سال اعتراضات فروردین ماه در آن استان صورت گرفته است اشاره به اعتراضات و نارامه های خوزستان در پی انتشار نامه منصوب به محمد علی ابتهی مشاور محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری او است از متن نامه منصوب به آقای ابتهی چنین برمیآمد که او از رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه خواسته بود اقداماتی برای تغییر ساختار جمعیتی خوزستان به زیان عربهای ساکن آن انجام دهد محمد علی ابتهی خود و دیگر مقام های دولتی نوشته شدن چنین نامه ای را تکذیب کردند اما نارامیهای های ناشی از آن ادامه پیدا کرد و به کشته شدن چندین نفر انجامید به گفته شاهدان و فعالان سیاسی بازداشت های تازه بدون حکم و توسط افرادی مسلح که از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی آمده بودند در ساعتهای بامداد و عصر صورت گرفته است سازمان های مدافع حقوق بشر براز نگرانی کردند که بازداشت ها در ارتباط با خواست های آمیز افراد برای بیان دیدگاه های سیاسی خود یا ابراز عمومی فرهنگ و هویت عربی باشد سازمان عفو بین الملل گستردگی بازداشت ها تایی هفته های گذشته که در گزارش ها آمده را عمیقا نگران کننده عنوان کرده است این دو سازمان در ارتباط با زمان و نحوه بازداشت ها به نامهای حاتم عبیات و مصطفی حیدری در تاریخ های و 18 فروردین اشاره کردند. مقام های ایرانی هنوز به این گزارش ها واکنشی نشان ندادند مدافعان حقوق بشر از مقام های ایرانی خواستند تا اطلاعات در مورد دلیل و محل بازداشت افراد را در اختیار اعضای خانواده آنها بگذارند در 26 اسفند ماه یک مقام پلیس ایران از بازداشت افرادی در پی انتشار اخبار مربوط به ناآرامی پس از بازی تیم فولاد احواز و الهلال عربستان خبر داده بود شمار بازداشت شدگانی که فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در اختیار دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل قرار داده اند دست کم 78 نفر و احتمالا بیش از 100 نفر است تا یه هفته های گذشته استان خوزستان صحنه درگیری ها و اعتراضاتی بوده است که در پی مرگ یونس اساکره دست فروش شهری بالا گرفت و در تحولی دیگر مؤسسه خانه آزادی در تازه گزارش خود از وضعیت آزادی رسانه ها در سال میلادی گذشته ایران را یکی از ده کشوری معرفی کرد که غیر آزادترین رسانه ها را دارد در گزارش تازه خانه آزادی ایران در رتبه 190 قرار گرفته و تنها پنج کشور بلاروس، اریتره، ترکمنستان، ازبکستان و کره شمالی در شرایطی بدتر از ایران قرار دارند خانه آزادی که نهادی غیر دولتی در آمریکاست در گزارش اخیر خود تأثیر کرد که در سال 2014 میلادی آزادی رسانه های جهان به بدترین وضعیت خود طی ده سال گذشته رسیده است محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا عصر روز دوشنبه به وقت محلی با یکدیگر دیدار کردند در این دیدار عباس عراقچی، مجید تخت روانچی، معاونان ظریف وندی شرمن، معاون کری و همچنین غلامعلی خوشرو، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل نیز حضور داشتند. آقای ظریف پس از این دیدار در یک نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت: روند نگارش متن توافق بسیار وقت گیر خواهد بود. به همچنین تصریح کرد: توافق کردیم که هرقدر کار کارشناسی در سطح مدیران سیاسی و وزیران زمان نیاز باشد برای این موضوع تساستاییم. وزیر خارجه ایران درباره این نشست گفت در این جلسه ما در مورد نحوه ادامه کار صحبتهایی داشتیم و نگرانی خود را نسبت به بحث های مطرح شده در داخل آمریکا به ایشان منتقل کردیم که وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد آمریکا بر تعهدات بین المللی خود فارغ از مشکلات داخلی خود پایبند خواهد بود وزیر امور خارجه ایران گفته است در نهایت قرار شد از همین هفته با جدیت ایران و گروه پنج به علاوه یک نگارش توافق نامی نهایی را شروع کنند و این کار در هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت. به گفته آقای ظریف قرار است از امروز چهارشنبه با ورود مدیران ارشد دیگر کشورهای مذاکره کننده کار بر روی نگارش متن نهایی توافق ادامه یابد. آقای ظریف در پاسخ به سؤال دیگری که علت حضور جانکری در محل اقامت وزیر خارجه ایران را جویا شد گفت ما از ابتدا با طرفهای مذاکره قرارمان این بوده است که یک نوبت ما مهمان آنها باشیم و یک بار آنها مهمان ما و این بار نوبت طرف آمریکایی بود که به محل ما بیاید و با توجه به اینکه بنده در اقامتگاه سفیر ایران اقامت دارم از این محل استفاده کردیم در خبر دیگر فدریک آموگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت بسیار مهم است که اتحادیه اروپا و شش قدرت جهان با موفقیت مذاکرات هسته‌ای با تهران را به نتیجه برسانند خانم موگرنی همچنین ابراز امیدواری کرد که ایران در تلاش جدید سازمان ملل برای اثرگیری مذاکرات به منظور پایان دادن به مناقشه سوریه نقش مهم و سازنده ای ایفا کند. استفان دیمیتسورا فرستادی سازمان ملل در امور سوریه نیز اعلام کرده در ماه جاری دیدار با گروه های مخالف سوریه و قدرت های منطقی از جمله ایران را آغاز می کند تا از این طریق تا پایان تیر ماه ارزیابی کند که آیا امیدی برای پایان جنگ در سوریه وجود دارد یا نه. آمریکا و برخی کشورهای عربی در برابر حضور ایران در مذاکرات صلح سوریه مقاومت کردند اما موگرنی تاکید کرد که حضور ایران در مذاکرات سوریه حیاتی است خانم موگرنی گفته است من نگرانی برخی کشورهای عربی را درک می کنم اما همچنین اطمینان دارم که تصور ناپدید شدن کشوری مانند ایران از روی نقشه ساده است این مقام اتحادیه ای اروپا قرار است امروز چهارشنبه با جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده در نیویورک دیدار کند خانم موگرینی گفته است در دیدار با ظریف و کری درباره اختلافات بر سر تحریم ها و سایر موارد دشوار در مذاکرات هسته‌ای با آنان بحث خواهد کرد در حالی که شب گذشته شورای پول و اعتبار از تعیین نرخ سود بانکی خبر داده است، صبح امروز مقام های بانکی ایران از این اقدام استقبال کردند. شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را 20 درصد اعلام کرده است. عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی با استقبال از مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی گفت: این مصوبه گامی رو به جلو برای نظام بانکی است لذا بانک ها آماده اجرای این مصوبه هستند وی در این زمینه گفت هرچند عده اعلام کرده بودند که بانک ها در تعیین نرخ سود تبانی کرده اند اما دیدیم که بانک ها نرخ را بر اساس کار کارشناسی به شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده و خواستار کمک در تصمیم گیری بودند آقای همتی در حال این سخنان را ابراز کرده است که پیش از این خواهان تعیین 22 درصد برای نرخ سود بانکی شده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مدیران بانک ها را متهم کرده بود که در برابر کاهش نرخ سود بانکی مقاومت می کنند. آقای همتی درباره تجدید نظر سه در نرخ سود بانکی نیز گفته است این اقدام نه تنها سبب ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضای پول می شود بلکه برخی از فشارهایی که در بخش تقاضا وجود دارد را نیز کاهش می دهد. مدیرامل بانک ملی کاهش نیم درصدی سپرده قانونی بانک ها، مدیریت بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی و برخورد با مؤسسات غیر مجاز را از نکات مثبت مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار برشمرده است. آقای همتی همچنین گفته است معوقات بانکی پایین بودن سرمایه بانک ها، بدهی دولت به بانک ها و انحصاری بودن تأمین مالی توسط بانک ها از معضلات نظام بانکی کشور است که امیدواریم با تدبیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این معضلات نیز رفع شود. رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی گفت نرخ سپرده یک ساله 20 درصد تعیین شده در حالی که نرخ تورم حدود 16 درصد است. بنابراین نرخ سود 4 درصد بالاتر از نرخ تورم است و این به معنای آن است که شورای پول و اعتبار سود حقیقی را برای سپرده گذاران در نظر گرفته است. آقای همتی گفته است اگر نرخ تورم کاهنده باشد باید نرخ سود نیز تغییر کند زیرا ارزیابی در مقاطع ماهه باعث می شود تا نرخ درستی از تورم و نرخ سود داشته باشیم. شورای پول و اعتبار در مصوبه شب گذشته خود با برخی از چهار شرط بانک ها در تعیین نرخ سود بانکی موافقت کرده است. بر اساس مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های یک سال 20 درصد نرخ سود تسهیلات بانکی برای عقود مشارکتی 24 درصد و نرخ سود عقود مبادله ای 21 درصد تعیین شده است برپایی دادگاه های خودسرانه و کشدار مردم غیرنظامی سوری توسط داعش عنوان تازهترین گزارش گروه ناظران حقوق بشر سوریه است که روز سهشنبه منتشر شده نکات تکاندنده در این گزارش به چشم میخوره که زوایای بیشتری از کشدار غیرنظامیان در کشور سوریه رو منکس میکنه رامی عبدالرحمن مدیر گروه ناظران حقوق بشر سوریه که روز سه شنبه این گزارش رو در اختیار رسانه ها قرار داده گفته که از اوایل تابستان سال گذشته به فاصله کمتر از یک سال داعش 2154 غیر نظامی که ارتباطی هم در واقع با میادین و مناطق جنگی نداشتن رو از طریق برپایی دادگاه های خودسرانه به قتل رسنده اغلب این دادگاه ها که با بهانه اجرای قوانین اسلامی برگزار شده متهمان را رو به روش های بسیار تکاندنده همچون سنگسار گردن زدن و شلیک گلوله به سر به قتل رسانده قربانیان این دادگاه همانطور که گروه ناظران حقوق بشر سوریه اشاره کرده افراد غیر نظامی بودند به عنوان نمونه این گزارش به صورت موردی اشاره میکنه به قتل 930 نفر از یک قبیله سوری در شرق این کشور که توسط همین دادگاه دایشی در واقع قربانی شدن و قتل عام شدن حتی در گزارش اشاره شده به نیروهای برید از داعش رامی عبدالرحمن مدیر گروه ناظران حقوق بشر سوریه در این رابطه میگی که داعش در طی این مدت 126 نیروی خودش رو که از این گروه جدا شدن یا متهم به جاسوسی بودن به جوخه اعدام این دادگاه ها سپرده البته آنطور که آقای عبدالرحمن تاکید میکنه این آمار آمار نهایی و دقیقی نیست چرا که به گفته او صدها نفر دیگه در سوریه به اسارت داعش در اومدن و در شرایط فعلی مفقود هستن و از سرنوشتشون اطلاعی در دست نیست و جزو این آمار هم محاسبه نشدن همینطور این گزارش شامل روزنامه‌نگاران دستگیر شده و کشته شده غربی و همینطور خلبان کشته شده اورونی نمیشه از این رو آمار کشته شدگانی که قربانی احکام چنین دادگاه‌های داعشی شدن بسیار بیشتر هستش بر روی باید گفت که متاسفانه این جنایات تنها مختص به گروه های افراتی مثل داعش نیست آمار مشابهی رو هر از چندی مربوط به خشونت رژیم اسد هم سازمان های حقوق بشری منتشر میکنن در واقع این گزارش ها و آمارها به ما این نکته رو میگن که در میان بی تفاوتی بسیاری از کشورهای جهان و سوی پشت گرمی رژیم اسد به حامیان منطقه خودش تنها و تنها مردمان غیر نظامی به ویژه زنان و کودکان هستند که تاوان جنگ و خشونت در سوریه رو میپردازن با این حال گروه ناظران حقوق بشر سوریه در گزارش روز سه شنبه خودش یک بار دیگه از سازمان ملل به ویژه شورای امنیت درخواست کرده نسبت به قتل عام مردم عادی و غیر نظامی سوریه بی تفاوت نباشن و در این زمینه اقدام عملی و فوری رو صورت بدن